خوش اومدید. اونم یه لایف گذارم، حالا در مورد مسائل این چند روز و یک دو روزی که اتفاقاتی که یک دو روز افتاده. یه سری سوالا برای من فرستاده بودین، جواب سوالاتون رو بدم و اینی که اگه سوالی چیزی هست بپرسین من جوابشون رو میدم. یه دو سه دقیقه وایسیم تا بچه های دیگه هم بیان. خیلی خوش اومد. بچه موضوع لایو من، یعنی موضوع مشخصی نداره، در مورد مسائلی گفتم، در مورد این اتفاقاتی که یک دو روز افتاده، مسائلی که تو گروه بود. بالاخره کسایی که تو گروه و کانال رو دنبال میکنن در جریان هستن، در جریان مسائل هستن. نه کسی سوالی داشت، سوالی داره از من بپرسه، من جوابتون میدم. بیشتر پرسش و پاسخ، این لایو یه لایو آزاده با پرسش و پاسخ. مرسی. اتفاقات که زیاد افتاده دیگه، اتفاق زیاد افتاده این چند وقت توی گروه، یعنی همینجوری مسائلی که داشتیم همینجوری پشت سر هم دیگه اتفاق زیاد افتاده دیگه. دیروز که با خوشمانی دیروز که با سحر و نرگس لایف گذاشتیم در مورد مسائلی که یعنی اون حسا و احساساتی که نرگس داشت، بعد برای همین من دیگه نتونستم همه صحبتامو تو لایف دیروز بکنم که انتقال دادم به لایف امروز. ببینید، بیشتر سوالایی رو که از من پرسیده بودین شما در رابطه با اینی که من چند وقت مجید مقدم رو میشناسم و آشنایی ما چجوری بوده، این مسائلی که بیشتر سوالا همین بود در رابطه با یه چند تا ویدیو مسیج زیبا داد، چند تا ویدیو مسیج زیبا فرستاد در مورد حرفایی رو که ترانه به زیبا زده بود، که زیبا حالت نقل قول اومد تو گروه عنوان کرد. بچه من آشنایی که من خودم با مجید داشتم، البته اگر بخوام از اول این لایو هم میگم، مجید اگر بخواد میتونه بیاد با هم دیگه یه لایو بذاریم، اونم بیاد اگر صحبتی داره، چیزی داره، من پیشنهاد بهش میکنم که بیاد تو لایو و صحبتاشو تو لایو بگه. میتونه لایو من لایو بذارم، بیاد تو لایو من هر صحبتی داره رو تو لایو بگه، که اونجوری بچه‌هام بیشتر متوجه میشن تا اینی که مثلا به خودم بخواد جواب به من بخواد بگه و اینا. نه، تو لایو باشه باز خیلی بهتره، بچه‌هام در جریانه، چون چیزایی رو که باید به من بگه مجید دوباره من باید بیام تو لایو انتقال بدم. به نظرم تو لایو باشه خب بهتره دیگه، احتیاجی نیست که من بیام انتقال بدم، من بیام همونا رو بخوام حالا برای شما بگم. ممکنه تو این انتقال یه ذره پیامایی که یعنی انتقالی که من میدم یه ذره بالا پایین بشه حرفا. باز میگم اونجوری خیلی بهتره که خودش بیاد صحبت کنه. لایو منو وحید با هم، خب دیگه من لایومو گذاشته بودم دیگه، بچه‌ها دوست دارین برین لایو وحید، بعدن مال منو سیو شدهش رو ببینید هر جوری که خودتون دوست دارین. خب ببینید بچه ها، حدود مجید که همونجور تا کماکان که شما میدونید از کسایی بود که خب تو لایو ها میومد انتقاد میکرد، کامنت میداد، این مسائل بود. بعد از اونجایی که من مثلا میدیدم این موقعی کامنت هاشو میدیدم، پیام هایی که میفرستاد میدم، یعنی منظورم اینه که یه اینجوری شد که آشنایی ما با مجید اصلا یه سر همچین حالتی بود، تا اینکه این درگیری ها بود و این مسائل بود و همجوری هی هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر هم میشد، تا اینی که من نمیدونم، فکر میکنم سر یه لایو کتابخونی بود، سر چه لایوی بود یادم نیست، که دیگه مجید میومد پیام میذاش هی اذیت میکرد، که یه چند باری هم خب من ریستریکتش کرده بودم. خب به نظر من مجید یه آدم، یه کسی بود که مخالف بود دیگه و انتقاد میکرد، هی میومد انتقاد میکرد و اینا.
بعد من از لحاظ خودم خواستم که ببینم با مجید آشنا بشم، باهاش صحبت بکنم، ببینم این مشکلی که مشکل مجید تو چیه، این انتقادات برای چیه. یعنی از این همه یه موقعی حالت نفرت، حالا من بگم نفرت بگم، انتقادهای خیلی شدید، مثلا اینم از کجا آمده. و پیش خودم چیزی که احساس خودم بود این بود که اگه من بتونم با مجید یه ارتباطی رو برقرار کنم، ارتباط دوستانه منظورم برقرار بکنم، این ارتباط باعث میشه که بالاخره اون طرز فکرایی که مجید داره، من بگم نظرم و بگم طرز فکرم و بگم، اون بگه. به هر حال تو این صحبت کردن، مبادله افکارمون، اگر چیزی رو اشتباه این از لحاظ مثلا نمیدونم حالا گروه ما نظرش در مورد رفتار گروهمون، رایی رو که ما بینیم اشتباه باشه، ما میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. که اینجوری شد که من با مجید آشنا شدم. من با مجید حدود فکر میکنم یک ساله که من با هم دیگه، یعنی حالتی شدیم که صحبت بکنیم، تو پیوی هم دیگه بریم، اما صحبت کردنی حدود چند ماهیه که ما با هم صحبت میکنیم. قبلش توی پیوی بوده بیشتر، و صحبت های ما بچه ها بیشتر در مورد مسائل گروه بوده. یه موقعی من مثلا لایف میذاشتم، میمد میپرسید اینجا طرز فکر، مثلا این نظر تو اشتباه بوده، با هم دیگه صحبت میکردیم سر این نظراتمون، اون نظرشو میگفت، من نظرم میگفتم، اینگه همینجوری این مسائل پیش میرفت. تا اینکه به من میدونستم که سحر از مجید رو بلاک کرده، تا اینی که مجید من گفت به سحر بگو من از بلاک دراره، من لایواشو نمیتونم ببینم. که دیگه وقتی من به سحر گفتم، سحر خب اول خیلی چیز بود، میگفت من از بلاک درش نمیارم، به هر حال میگفت به خاطر کارهایی که کرده، مثلا چه میدونم این پیامای بی جایی که میداده تو برای من، یا میومده زیر لایوای من مینشه، باید یه کاری بکنه که من متوجه بشم که بابا این متوجه شده که این پیاما رو اگر میداده یا این چیزا رو گفته اشتباه بوده. یه همچنان میگم من هیچ وقت از طرف مجید این حس رو نگرفتم سمیرا که قبول بکنه که کارش اشتباهه، برای همین من چیز نمی کنم، من از بلاک درش نمیارم. بگذاریم دیگه، این مسئله نمیخوام زیاد در موردش حرف بزنم، که دیگه در جریانی خودش دیگه، خودتون دیگه، که سحر رو دعوت کرد برای زندگی درمانی، سحر رفت اونجا. و این رفتن سحر به خونه مجید برای من خیلی مهم بود، و احساس میکردم که من پیش خودم احساس کردم که یه موفقیت برای من، برای خودم، چون سحر و مجید خیلی با هم دیگه مشکل داشتن، خیلی با هم مشکل داشتن، و مشکل یعنی فکری مشکل داشتن. یعنی یه حالتی بود که سحر میگم یه 2 سال بلاک کرد بود مجید، و دوباره بعد از بلاک در واقع دوباره یه چند ماه دیگه بلاکش کرد. میگم رفتن سحر اونجا برای من مهم بود، و احساس کردم یه موفقیت احساس کردم، گفتم خب خوب شد اینا لااقل تونستن با هم دیگه بشینن توی فضای خوب، بشینن صحبت بکنن، نظراتشون رو با هم بگن، مشکلاتی که داشتن بگن. این شروع که سحر رفت اونجا با یه چیز یه شروع خوبی بود برای من، احساس کردم یه ما گفتم دیگه یه موفقیت برام. تا اینی که دیگه بقیه‌شو دیگه خودتون در جریان این دیگه. مجید اومد تو گروه و دیگه براتون بگم پیجشو پابلیک کرد، اینا باز خیلی برای من مهم بود. اومدن تو گروه مجیدم باز برای من مهم بود اومدنش، چون میگم خودش حالا این لایو رو میبینه، مثلا چند جایی من از مجید شنیده بودم که گفته بود من هیچ وقت پامو تو اون گروه نمیذارم، من نمیدونم هیچ وقت با افراد اون گروه کاری ندارم و اینا. بعد اون اومدنه توی گروه، من میگم من خوشم مثلا احساس کردم که خب اوکی، پس اون هیچ وقته شکسته شد، برای من شکسته شد که اوکی خب پس این اومد تو گروه، هم اومد دیگه. تو صحبت میگم من گفتم 1 سال با مجید ما با هم دیگه توی پیوی پیام و اینا داشتیم، اما تلفنی حرف زدنمون 2-3 ماهی بود، فکر میکنم حالا بیشتر از 3 ماه، حالا بگو 3-4 ماهی بود که ما با هم یه موقعی تلفنی هم صحبت میکردیم. توی این صحبت هایی که با هم داشتیم 1-2 بار بود، نمیدونم 1-2 تا چیز در مورد خدا به من گفته بود، بعد
مجید گفته بود که خب من به سحر گفتم اونا رو. بعد از اینکه مجید متوجه شد که من اینا رو گفتم، خب خیلی عدس من ناراحت شد که این چیزی بوده که من فقط گفته بودم و نمیخواستم جایی در بیاد. و به هر حال با اون مسئله گفتن منم سحرم اومده. مجید مقدم بچه این چیز رو بردارین، این لقب دادن ها رو کم کنید. مجید صورتی فامیلش مقدمه دیگه، لقباتون رو کم کنید. ببینم سر من ندارم. های سر من تصویر من داشته من میجوی مورد این آشنایی خودم تا با مجید میگوتم. حالا کامل توضیح ندادم چون بچه ها بیشتر در جریانن دیگه. تا اون زمانی که آشنا شدم و تا اینجا داشتم اینو میگفتم، میگوتم مثلا رفتن تو به خونه مجید بر من احساس موفقیت میکردم. مثلا من احساس میکردم که خب این میدونی اون ارتباطی که بین تو و مجید بود، حالتهایی که از مجید میدیدم، کامنت هایی که یه موقعی میومد قبلن ها میذاشت، و یه حالتی که من نمیدونم با این گروه کاری ندارم، نمیخوام نزدیک بشم. نه من احساس کردم یه شروعیه و رفتن تو اونجا یه آغاز خوبه، یه چیز قشنگیه، یه همچین. و واقعا هم حس خیلی خوبی داشتم موقعی که تو رفتی اونجا. بعد و اومدنش توی گروه باز برای من خیلی مهم بود. میدونی ببین درسته مجید زیاد تو گروه نمود، درسته تو گروه زیاد نمود، اما همون اومدنش من برای من مهم بود. همینی که اومد، ببین اومدنش سمیرا اتفاقا باعث خیلی اتفاقات افتاد شد، یعنی اتفاقاتی که شاید بخوای نگاه کنی چیز نیستن، شاید خوشایند نیستن، ولی جریان محسن پاریزوان. الان محسن چرا از گروه لفت داده؟ محسن از گروه لفت داد، میدونستی؟ محسن از گروه لفت داد فقط سر یک دونه افشاگری یا رازنداری که همین از مجید مقدم ماشینی یا مثلا همین جریانی که اصلا در رابطه با خودش اتفاق افتاد. خب این مسائلی که مجید داشت کجا تا حالا توی این همه، خودش همیشه اینقدر هی میگه 42 سال عمر که من همیشه میگفتم انگار مجید منتظر بوده بشه 42 سالش که هی اینو به خاطر به عنوان یه فاکتور خیلی چیز بیاد هی بگه 42 سال عمر از خدا گرفتم. ولی چیز این مسائل رو داشت، کی تا حالا اینطوری بهش برخورد شده بود؟ درسته. ببینه همین داشتم الان مثلا همینا رو مربوط ببین خیلی خیلی مسائل شد. یا مسئله ترانه باز شد، مسئله نوشین باز شد، اصلا تکلیف یه جور میدونی. من یه سوال از تو میخوام بپرسم سمیرا، الانی که این اتفاق افتاده خب توی این دوره، حالا ما اصلا بگید یک ماه، خب از این یک ماهی که مجید توی گروه اومد تا رفت و همه این اتفاقاتی که افتاد، چون تو خوب رابطه نزدیکی باهاش داشتی به هر حال، این چه تأثیر روی تو گذاشت؟ این قسمت اول سوالم. و قسمت دوم سوالم اینی که الان رابطه تو با مجید به چه صورته؟ ببین الانش هم همینو میگفتم، ببین اون تأثیری که اتفاقاتی که افتاد، تأثیری که رو من افتاد، فکر میکنم الان یه مقدار از لحاظ بدنی داره خودشو نشون میده. یه استرس ناراحتی، استرس، همه چی با همه، میدونم چی میگم، همه چی با همه. و این یکی دو روز به من همیشه سر وقتی از لحاظ فکری و روحی به هم ریخته میشم، رو بدن من سری نشون میده، سریع بدن من مریض میشم، سردرد میگیرم، ممکنه هیچیم نباشه اما یه مریضی اینگاه مثل سرماخوردگی که تو بیفتم تو رخت خواب. الان یکی دو روز همچین حالتی دارم. و این از کی شروع شد؟ از همون شبی که من پیامای چتهای مجید رو برای چیز دیدم، برای نرگس دیدم، میدونی؟ این
از اون شب یه ذره برای من شدتش بیشتر شد. خب چون اولا که روی اون، حالا من نمیگم آدم ساده ای، من آدم ساده ای نیستم، خیلی چیزها رو قشنگ دقت میکنم، موشکافی میکنم، اما بعضی موقع حرف زدن بعضی کسایی که مثلا به عنوان، حالا بگم دوستم یا اعتماد دارم بهش، زود قبول میکنم. میدونم چی میگم، یعنی نمیام برم اگه بخوام به زر روش فکر کنم متوجه میشم. و مثلا اون شبی که من ازش پرسیدم اینو، مثلا شوکی شدم چطور رو دیدم. خب ببین، میگفتم این مجید، این طرز حرف زدن مجید نیست. من اینجوری پیش خودم فکر میکردم. خب و مثلا چطوری که نگاه کردم پیش کنم مجید اینا چیه، گفت فیکه. من همون موقع قبول کردم، همون موقع گفتم ای خب پس فیکه. میدونی بعد که یه ذره تو با هم حرف زدی، رفتم اینا رو خوندم دوباره با خودش که صحبت کردم، گفتش که نه فکر، من واقعا یه دفعه اصلا چیز شدم سر، من نمیدونم چجوری باید بگم، اصلا یه دفعه وا رفتم. میدونی اصلا یه دفعه انتظارشون نداشت. نه، اصلا نداشتم، یعنی به هیچ عنوان انتظارش نداشتم. یعنی اصلا فکر نمیکردم که این نوشت. من همش میگفتم اون کسی که فیک بوده انقدر قشنگ تونسته مثلا ادای اینو در بیاره، همون استیکرها رو بذاره، نمیدونم همون چیزا، چون بعضیا نه دیدی فیک درست اکسیجر که فکر کردن نو اون جمله بندی جمله. خیلی من مفرد اینجوری است. فکر میکردم. بعد من یه دفعه دیدم چطور، من گفتم بابا این جمله رو بخون. بعد من چون میگم عمل نخوندم، من هی خوندم ده ای مثلا ای و ای مجید همین کلمه رو 2 روز پیش به کار برده بود. میدونی دوباره فلان دوباره بیسار. بعد دوباره بازم گفتم خب اوکی، دوباره بهش چیز کردم، گفتم مجید اینا تو دروغ گفت، اینا مال تو. که بعد یه دفعه من گفت آره من بودم، مثلا چند ماه پیش بودم، الان چیکار کنم اینا. ببین من اصلا انتظار نشد، باور من الان جلو این همه آدم دارم میگم، باور میشه داشتم خودم رو گول میزدم، توی ذهن خودم داشتم میگفتم که اگرم این بوده باشه لااقل بگه من نبودم. نه نگفتم، و نگفتم، و مثلا تو ذهن خودم، مثلا دیدی آدم میخواد خودش رو گول بزنه، مثلا یه چیزی رو میگه، من داشتم خودم رو گول میزنم با دیدن این پیاما. بعد خب حالا این پیاما شد، این اتفاق افتاد، انتظاری ببین میگم من خودم دوست نداشتم مجید 1 میلیون رو قبول کنه، دوست نداشتم مسئله با پول بخواد حل بشه. میدونین اصلا نمیخواستم چیه مالی بیاد مثلا بهش، نه یعنی تو دوست داشتم بگم اوکی من 1 میلیون، اما برای جبران کارم، برای اینکه تو ناراحت شدی، برای اینکه خودم پشیمونم، اگه واقعا بیا و من یه کار عملی برات، اونم که نکرد، این دومین چیزی بود که منو اذیت کرد. واقعا اذیت شدم، به خودش هم گفتم، به خودش هم این مسئله رو گفتم، گفتم مجید تو یعنی واقعا نمیخواستی اصلا هیچ جبرانی برای نرگس داشته باشی، یه جبران، یه چیز کوچیک، اصلا یه کار کوچیکی که نشون بدی که تو ناراحتی، حالا مالی اوکی نه، یه کاری که نرگس از تو بخواد انجام بده. ببین این وسط نرگس هم هست، نقش نرگس برای من خیلی مهمه، اصلا من نمیگم چون ادمین ماه، نمیگم چون یه زنه، خب به عنوان یه آدم، به عنوان یه انسان من دارم اینجا بهش نگاه میکنم. از این طرف من نگاه میکنم میگم که اصلا فکر کن نرگس یه مرد بوده باشه، تو اصلا این حرفا رو بذار کنار، یه کاری کردی اینو رنجوندی، بالاخره پشیمون هم هستی برای یه کاری، یه چیزی که اصلا نشون تو بحث پشیمون. تازه رنگوندن نرگس به کنار، بحث این فرهنگی که تو داری، یعنی فقط این شامل حال نرگس نمی شده که این یه چیزیه که میگم اون از اون کامنتی که 2 سال پیش سرش من بلاکش کردم، این از این اینایی که آدم اینجا تو مشخصه. کامنت تو هم فکر سر میکنی به فقط من گفتن محدود این نگودم. بوده؟ ببین خب برای باش این چه نگفت. من میره آره بهش گفتم اینو، من اینو بهش گفتم، گفتم ببین مجید من این حرف رو به سحر زدم، درست مثل اون حرفی دیدی یه موقع، دیدی آدم یه دفعه همه چیز رو یکی قبول میکنه، مثلا که همه چی اوکیه، میدونی چی میگم. گفتم وقتی من این حرف رو سحر، که دیروز چند وقت قبلش به من، حالا 2 3 روز قبلش به من گفت، گفتم موقع که سحر اینو به من گفت، مجید من به سحر گفتم سحر اگه هر کی دیگه جز تو این حرف رو به من زده بود، ممکن بود من الان تو شک بکنم یا الان بگم نه، اما چه دلیلی داره آخه مثلا سر بیاد اینو بگه نه نبوده. بعد دیگه وقتی گفت من دیگه دیدی یه موقع آدم نمیتونه به قولت باشه، اصلا اون تو نبودی، اصلا اونو من اصلا
چه میدونم یکی دیگر رو شکل تو، اینا رو که دیگه تو بودی اصلا اونو ولش کن، ما که بحث سر اون با تو نکردیم، من که سر اون کامنت نه حتی اومدم به تو بگم، نه اصلا اومدم از تو جبران بخوام، نه حتی هیچی، فقط این مسائلی که شد من اونجا خواستم مثلا هم بگم، ولی سر این که کاری اصلا با تو نداشتم، من یه چیزی گفتم یا سر کامنت هایی که بوده. حالا سوال من کلا این مسئله کامنت ها و رفتار مجید رو میذاریم کنار، من الان در از تو این سوال رو دارم که حس تو نسبت به مجید الان چیه؟ مثبت، منفی، خونساس یا چیه؟ نه ببین، من سر حس من بهش الان من نه مثبت نه منفیه، خب منفی هنوز اونجوری منفی نیستم که بخوام بگم حسم منفی، اما در رابطه با ارتباط خودم و مجید، دوستیمون، من و مجید، دوستی من و مجید، من اینو اصلا الان هیچی نمیدونم چی میخواد بشه، میدونی هنوز دارم هی دارم روش فکر میکنم، اما به قول ببین وقتی یه موقع یه چیزی شکسته میشه دیگه تو نمیتونی اینو برگردونی مثل روز اولش بچسبونی، میتونی بچسبونی اما باز اون شکل اولی، یعنی میخوام یه سوالم رو اینطوری هم ازت بپرسم، آیا اون مجیدی که توی ذهن تو بود و تو باهاش ساعتها تلفنی حرف میزدی با مجیدی که امروز هست و خیلی مسائل ازش فرق کرده؟ 100% فرق کرده، برای فرق کرده. ببین من دارم میگم تمام ناراحتی های من سر این بود که اصلا باورم نمیشد مجید همچین حرفایی بتونه بزنه. پس ببین وقتی که چیز میگه، وقتی که زیبا یه حرف خیلی جالبی میزنه، البته این مسئله شاید برای خود منم سنگین باشه ها، یعنی شاید که نه، برای خود منم سنگین هست الان دیگه خیلی کمتر، چون من انقدر از این مسائل داشتم که الان دیگه واقعا نه سنگین نیست. مثلا سر جریان مجید من واقعا اون سنگینی حس بده فقط اون روزی شد که یه دونه پیام دادم نوشتم زیبا حسم خیلی بده که بعدش رفتیم اون جریان، همون بود دیگه، بعد از اون تموم شد، از هیچی هم تعجب نکردم. ولی وقتی که زیبا این هر یه حرفی میزنه که از آدم ها عمل بخواین وقتی که ارتباط مخصوصا مجازیه، تو خیلی چیزا رو نمیبینی، اجزا متوجه نمیشی، یا حتی توی ارتباطات نزدیکم تو تا از یه کسی عمل نخوای نمیتونی مثلا متوجه چیزاش بشی، متوجه مثلا خیلی مسائلش بشی. ببین حالا بذار من چی میخواستم بگم، من برگردیم روی این حرفایی که ببین بگم، مجید میگه که ریکوست دادم میخواد بیام بالا، من نظرم اینه که اگه تو میخوای مجید رو بیاری که هیچ مسئله نیست، میتونی بیاری و صحبتاتون رو بکنی، به هر حال پیج مال تو، لایو هم مال تو، ولی من نظرم اینه که مجید یا یه دونه لایو توی پیج خودش بذاره، اصلا هر چیزی که میخواد بگه، هر حرفی که میخواد بزنه از پیج خودش باشه، ما اصلا میتونیم براش استوری هم بکنیم که همه بچه ها با خبر بشن و برن توی لایوش، اصلا اینجوری نباشه که بگه خب مخاطب من کمتره، بچه ها نمیان، الان هم جلوی همه داریم میگیم، هر زمانی که تو خواستی لایو بذاری، حداقل من فقط از طرف خودم و سمیر رو میگم، از طرف زیبا که نمیتونم تصمیم بگیرم، ولی ما برات استوری میکنیم، بچه ها بدونن توی این ساعت تو لایو داری و میخوای بیای صحبت بکنی، این کار رو بکن خوبه، ولی از پیج خودت و سیوش هم بکن. ببین حالا بازم سمیر خودش میدونه اگر میخوام در مورد، اصلا چون دیروز تا حالا من میخواستم اصلا در مورد ترانه صحبت کنم، این مسئله بشه بعد، حالا در مورد لایو هم حالا تو پیج اگه بذاره منم میرم تو پیجش بالا، میدونی خب با هم دیگه حالا صحبت کنم، چون من اول لایو هم گفتم تو نیومده بودی، هم گفتم که مجید اگه در این حرفایی که من الان میزنم صحبتی داره به
بهتره بیاد تو لایو با هم بزنیم تا اینی که میگه من بلد نیستم لایو بذارم، اشکال نداره، برو سینا به تو یاد میده. بعد چی میخواستم بگم، من بهش گفتم که بیا تو لایو بزنیم، بهتر از اینه که تو بیای تو پیوی به من بزنی، بعد من بیام اون حرفا رو توی لایو دوباره بگم، خودت باشی بزنی تو لایو بزنی، خیلی بهتره تو تو پیوی، تو قبل از اینکه تو بیای. من اینو گفتم. حالا من یه چیزی میخواستم بگم در مورد این، یه مدتی که من با مجید با هم دیگه صحبت میکنیم تا این لحظه سر که من اینجا نشستم، هیچ وقت من هیچ وقت از مجید حس سکسی یا مثلا اینا اصلا نگرفتم به هیچ عنوان، و هیچ وقتم با من، حالا ببین من خودم رو دارم میگم، تا هیچ وقتم با من، یعنی هر دفعه با من صحبت کرده اونجوری، اینه مثلا خیلی معمولی، اینه یه دوست، یعنی من حتی کلامی هم این حس رو نگرفتم که یه جایی مثلا بگم اینجا مجید مثلا این حرف رو زد منظوری شاید این بوده، تا حالا این مسئله پیش نیاد. چون ببین میگه که سمیرا پیام داده، میگه فکر کنم میترسن منو بیارن بالا. چرا؟ آره میترسیم. خب سمیرا، آره ما میترسیم سمیرا، تو میخوای بیاریش بالا، اگه میخوای بیاریش بالا بیارش، من نمیخوام باش هم کلام باشم، لایو تو اگه میخوای من میرم پایین. تو بذار بذار دیگه، الان با سر داریم صحبت میکنیم، بعد حالا با هم یه لایو با هم میذاریم، با هم دیگه یه لایو میذاریم. بعد ببین الان من هی تلشته کلام مجید دستم در میره، بذار من حرفامو بزنم. اینم از این گفتم، اینم من بگم، چون واقعا چون چیزی که نبوده که من بیام مثلا. بعدم یه چیزی بگم، این دو روز من تمام زمانایی که با مجید با هم صحبت کردیم و مرور کردم تو ذهن خودم، تو ذهن خودم همه رو مرور کردم که ببینم که آیا مثلا جایی بوده که یه چیزی این گفته باشه من مثلا متوجه نشده باشم، اینا دیدم نه، یعنی با تا الان هر چی بوده مثلا این مسئله اصلا از طرف اون من نگرفتم. اینم از این. حالا برگردم برم سر آره، اینو چرا گفتی؟ ها داشتم از اول اینو گفته بودم، داشتم ادامه حرفمو میدادم. حواست به کامنت هاش؟ نه دارم داشتم تو رو، اتفاقا برام جالب بود که الان مثلا چرا، چون که اون حرف گفته شده توی نه اون نه ویدیو مثلا که مثلا ترانه گفته، داری اینو میگی؟ نه اصلا برای اون حرف نبود، داشتم از قبلش داشتم میگفتم، داشتم میامده بعد اینو گفتم. حالا بریم سر مسئله حرفایی که ترانه اومد زده. ببین سر من بارها شده که دیگه دیدی یه فوشایی خوردم که اصلا تو پایین لایوا، تو پیوی، اینور اونور، من اصلا هیچ کدومشو اصلا هیچ چیزی نداشتم. اوایل خیلی ناراحت میشدم، اوایل خیلی ناراحت میشدم، میرفتم مثلا یکی دو بار اوایل اومدم رفتم پاک کردم پیاماشون، یا کسایی که میومدن تو بلا... تو پی وی چرت و پرت میگفتن بلاک میکردم. بعد دیگه دیدم آقا نمیشه که یه سری هم میاد حرفشون رو میزن، من که نمیتونم میام برم الان تمام این استا رو بلاک کنم و بیام برم تو پی وی همه رو بلاک کنم، و برام اونجوری زیاد مهم نبود. دیده بودی دیگه پیجا این برون برم میزدن، این حرفا رو میزدن، یعنی اونجوری که من بخوام ناراحت بشم عصبی بشم اصلا به هیچ عنوان. اما دیروز موقعی که من این صحبت رو شنیدم از زیبا، یه عصبانیت خیلی شدیدی یه دفعه بر من اومد، اصلا یه چیزی ناشناخته، یعنی یه چیزی که دست خود من نبود، یه جوری اصلا به هم ریختم، خیلی به هم ریختم. و من قصد داشتیم که من اصلا دیروز رفته بودیم، گفتم رفتیم تا اینا بچه ها رو رسوندم، قصد داشتیم که 2 روز مثلا اونجا بمونیم تو اون شهر، بعد میگم که انقدر من به هم ریختم دیگه به مجید گفتم مجید بریم خونه. و مجید گفت، البته مجید شنید دیگه ویدیو مسیج زیبا رو موقع زنگ زدی دیگه، مجید شنیده ما داشتیم حرف میزنیم. بعد هرچی نگاه میکردم به اینی که من ببینم این عصبانیت چیه، از کجا داره میاد، که من چرا انقدر به هم ریختم، این همه بوده، یه صحبتی کردن رفتن تموم شد، اصلا برای من مهم نبود. اما یه لحظه احساس کردم که میدونی، یکی اینی که ترانه، احساس کردم اون کاری رو که کرده، میدونی اون سکسی که با مجید داشته رو داره اونو
قایم میکنه پشت قضیه من، داره یه همچین از حرف منو میکشه وسط که کار خودشو قایم بکنه. امیر میشه کامنت ها رو ببندی جان؟ آره آره میشه کامنت ها رو ببندی. من کامنت ها نمیبینم ایشونو، مثلا حواسم به کامنت ها رو ببند. من میخوام اینجا یه حرف بزنم چون مجید چند بار اینو تکرار کرد، چرا از من میترسی؟ از من نترس، منم میخوام بیام حرفات بزنم. ببین مجید، میخوای حرفاتو بزنی میری پیش خودت میزنی، میری تو پیج خودت لایف میذاری و حرفاتو میزنی پیش مخاطبین پیج خودت، میدونی اونا هم قاطیش باشن. فکر نکن که تو چون که حرفی، چون که بلدی با کلمات بازی کنی، چون که میتونی بشینی حسابی حرف بزنی، همونطور که ساعتها با همین سمیرا حرف زدی و جوری رفتار کردی که ایشون شوک شده از پیامهای تو. مگه اونا پیامهای تو نبود؟ اگر حرف تو با شخصیت واقعی تو یکی بود، سمیرا بعد از این همه مدت حرف زدن با تو شوک نمیشد. میگفت انتظارشو داشتم، من با این آدم زیاد حرف زده بودم. پس تو حرفات نیستی، تو عملت با عملت خودتو نشون بده. فکر نکن بیای چهار تا کلمه حرف بزنی، سمیرو بگه نمیدونم پسر با ادبی بود، نونا بگه با ادب بود. بله تو کلام خیلی با ادبی، وقتی که یه نفر جلوته، وقتی تریبون دستت، قربونت برم، فلانی، چشامی، بیسانی، خیلی با ادبی. ولی آیا واقعا با ادبی؟ آیا چیزایی که ازت مشخص میشه همون ادبیه که داری؟ من وقتی که زیبا رو دیدم، اصلا چیز نشدم بگم من یه چیز دیگه فکر میکردم و یه کس دیگه ای رو دیدم. بسیار شبیه همون چیزی بود که توی مجازیش بود، بسیار شبیه همون چیزایی بود که توی صحبت کردن باهاش عاید من شده بود. آیا تو همینطوری بودی؟ پس بفهم فهمی که چرا من نوعی نمیخوام حرفتو بشنوم، بفهم چرا زیبا ریستریکتت میکنه، بفهم که اگه ما قرار بود که بیایم تریبون همینجوری بدیم به آدمایی که مثل تو به قول زیبا گفتنی حرافن و ده نفر چیه صد نفرم حریف زبونشون نمیشن، دیگه ما باید میشدیم چی؟ باید میشدیم پیج فرشته رخشانی. برو با فرشته لایف بذار، برو با فرشته رخشانی لایو بذار که اصلا 500 نفر چیه، 2000 نفر میان تو لایوتون، همشون هم حرفاتو میشنون. خیلی خوب سمیر ادامه. ببین من وقتی گفتم، وقتی اون ویدیو مسیجای زیبایی که دیدم، میگم بی نهایت ناراحت شدم، عصبی شدم، اصلا دست خودم نبود و یه جوری پیش خودم می داشتم دوست و چهارتا می کردم که عصبانیتی چیه، من الان کل مسافرتم رو به هم زدم، اصلا برگشتم خونه گفتم بریم خونه، نموندم، یعنی همه برنامه هم ریختم و به سر چیزی که بارها شده بود، من شنیده بودم، گفته بودم، اما دیدم دست من نیست، انگار از تو وجودم داره میاد بیرون این مسئله. بعد هی دقت کردم، بعد یه چیز جالب بهت بگم، ترانه اومده بود تو گروه پیام داده بود برای من و من نگاه ترانه، پیام های ترانه میکردم، میدم مثلا من اصلا اونجوری نیست که دلم مثلا اون عصبانیت دیدی آدم میگه دوست دارم طرف مثلا نبینم، باش حرف نزنم، صداش نشنم، نه این نیست، این حالتی نیست برای من. بعد میگم برگشتم فقط به این مسئله که احساس کردم سر با آوردن مثلا اعضای، احساس کردم یه جوری به من تجاوز، حالا تجاوز جنس تجاوز شده به من، یه همچین حالتی به من دست داده بود، احساس میکردم حالا کلامیه، نمیدونم، چون خیلی احساس میکردم اون حرفای بار خیلی سکسی داشت، یه همچین چیزی برای من اومد، میدونی که بعدش یعنی اصلا میگم از اون ویدیو مسیجا رو دادم برای ترانه، چون پیش بودم همش گفتم، بعد حقیقت هم پیدا نمی کردم تو حرفاش، میدونی احساس می کردم خیلی مثل هنری ترانه. نه ببین، حرفای ترانه بذار من یه چیزی بگم، اولا که
چقدر من خوشم اومد که ترانه بعد از اینی که این حرفاشو زد، حتی با اغراق، حتی با یک حالتی که چون سکانسی که ترانه گفته بود اصلا یه جوری بود که شما میخواستی تصور کنی انگار که جور در نمیاد، اما بالاخره اومد گفت دیگه و پشبندش هم پیامایی که مجید فرستاد و قشنگ این مسئله ارتباط مشخص شد، واقعیتش مشخص شد و استارتش از ترانه بود و بعدش که اومد اون 1,000,000 تومان رو برای زیبا ریخت به عنوان تشکر، مثل حالت کسی بود که سنگار بار ازش برداشته شد که آخه مثلا دیگه راحت شدم، دیگه کسی نمیتونه منو مثلا به خاطر این موضوع بخواد حالا تهدید بکنه بگه میرم میگم فلان میکنم، به هر حال خودم اومدم گفتم. ولی خب با هر کسی هم سمیره، حالا من اصلا بحث چیز نیست، من نگاه میکنم میبینم ترانه ای که مثلا سر جریان بعید اونطوری برخورد کرد الان همین اومده گفته، خب انگار یه پله اومده بالاتر، پس همینو چیز میکنم. ولی از طرفی هم اون حالتی که تو بهت دست داد و حالا این حالتی میگی اصلا احساس بودم تجاوز شده، شوکه شدم، همه با همه، اینو میفهمم و فکر میکنم اینجا بزرگترین ضعفی که به خودت برمیگرده اینه که روابطی که با اینجور افراد برقرار کردی روابط ببین خیلی متفاوت بوده از شخصیت واقعی خودمون طرف. حتی اگه میگم ترانت بگیر تمام این مسئله رو دروغ گفته باشه و مجید هیچ اصلا نگاهی به تو نداشته باشه، ولی یه اینجور چیزی تو مجید بود دیگه، مثلا چه چیزی با نرگس داشت که نمیدونم بکنمش بزنم نفت در بیاد غلام بشه، حالا تو نه نرگس، در اون فرد که بوده دیگه. پس اگه یه جوری من فکر میکنم اگر که روابط تو واقعی تر بود این شوکه هم بهت وارد نمیشد در این حد، چون از این حرفا زیاد راجب تو زدن و هممون میدونیم، چون به هر حال پابلیکیم راجب هممون میگن دیگه، راجب هممون میگن. ببین اما اینی که میگی مثلا من خوشحال شدم از این که ترانه، ببین باز اوکی ترانه میخواست بید صحبت بکنه، من میگم اوکی بیاد بگه، مسئله نیست، بیاد بگه آقا من چه میدونم با مجید بودم، با هم سکس داشتیم، اینجوری بوده اینجوری بوده، این مسئله که میاد مثلا میگم خودشو من میذاره وسط، خودشو پشت من قایم که من با این مسئله زیاد چیز نیستم. یه چیزی بهت بگم، نه یه چیزی بهت بگم، از کجا میدونی که هیچ حرفی از تو نشده بین مجید و ترانه؟ مگه تو به صداقت مجید چقدر اطمینان داری؟ شاید پیش تو نگه، مگه اصلا رابطش با ترانه رو از زبون خودش به چه صورت تو شنیده بودی؟ تو حتی نمیدونستی که مجید، تا مدت ها نمیدونستی که مجید فکر کردی تهرانه، اون همدان بوده، حتی کارشو درست حسابی تو نمیدونستی. پس از کجا معلوم که حالا من میگم سناریو به اون صورتی که ترانه گفت اصلا با عقل جور در نمیومد، ولی از کجا معلوم که لابلای صحبت و هیچ چیزی هم از تو نبوده؟ من نمیگم بوده حتما، من اینو به عنوان یک چیزی که بخوام بگم بوده نمیگم، ولی دارم میذارم مثلا کنار هم، الان اینجا یه قطعیتی هم برای من نیست که بگم نه امکان نداره. من حتی به حرفای ترانه خودم انقدری هیچ اعتباری نبود که وقتی که مثلا جریان پسر مجید رو گفت من اصلا فکرم داره علکی میگه، یعنی مثلا چیز نداشتم. بعدن خود مجید اول اومد به من گفت، بعد بکنم یه چیز شد نرگس اومد گفت، حالا به هر حال از جاهای دیگه میخوام بگم اول که اون گفت برای من قابل قبول نبود، ولی از جاهای دیگه که تایید شد برای من آره، من اون موقع مثلا گفتم که خب پس این مسئله بوده، یا جریان مثلا ارتباطش با مادر بچهش، اینو تو میدونستی؟ این تو شنیده بودی؟ نه. قبل از اینی که اینو مثلا بشنوی برات قابل باور بود از اون چیزی که فکر میکردی، از اون شخصیت مثلا فکر میکردی؟ مثلا نمیدونم چی داری حرف میزنی؟ آه نمیدونم
خب اینم زیبا توی ویدیو مسیجاش گفت دیگه، نرگس هم اون روز اومد تو لایف چت گفت، میگفت ارتباطش با پسرش سر این به هم خورده که با همسر سابقش دوباره رابطه جنسی برقرار کرده، در حالی که اون چیز داشته، شوهر داشته. نه من الان شنیدم. اینو همون زیبا تو ویدیو مسیجاش گفت دیگه، همون گفت که نرگس اومد گفت به منم گفته. من متوجه نشده بودم. آره چون میام من دیروز زیاد میام، پریروز بود، دیروز بود، کی بود، اینا رو که شنیدم میگم به هم بیسم. نه میام من ویدیو مسیج رو دارم، شاید این به گوشم نخورده، نمیدونم. نه اینا رو من نمیدونستم. من اینو اولین بار از ویدیو مسیج شنیدم، باز برام چیز بود، گفتم حالا بابا اینم شاید ترانه حالا مثلا اومده خواسته اینو خراب کنه، داره این حرفو میزنه. تا جایی که نرگس اومد گفت، نرگس وایسش هم هست توی اون لایو چت اومد، بعد من از زبون اون شنیدم. نرگس و ترانه از مجید چن این مسئله را خود مجید نرگس دیدن. اومد گفت که آره اینو به منم گفته بود، قرار بود خودش بیاد تو لایو بگه، به خاطر همین من نگفته بود. نه من نمیدونم. همین دیگه صحبتی ندارم. من فقط همین میخواستم بگم که به بچه‌ها بدونن این اتفاق بس. اینی که حالت انقدر بد شد، طوری که اصلا از نظر روحی انقدر به هم ریختی که این مسئله به جسمتو به جسمتو خورد و جسمتو هم اذیت کرد، از یه جنبه سمیرا خیلی خوبه که تو دیگه به صحبت کردن با بچه ها فقط به جنبه تایم گذروندن نگاه نکنی، اینا رو هی بکشونی توی عملشون، یعنی هی بکشونی تو واقعیت خودشون، که بعدن یه دفعه یه همچین چیزی تو ذهنت پیش نیاد که بگی من اصلا انگار داشتم با یکی دیگه حرف می زدم ولی این یکی دیگه بوده. میگم من چون ببین چون من خودم وقتی سر ببین اصلا موضوع راز نداری و اینجور چیزا نیستا، من با شما چند سال خوب آشنام، قبلا هم همین خصوصیاتو من داشتم. من اگه مثلا میگم با سحر نوعی شروع میکنم صحبت کردن حرف زدن، سحر در از یکی دو روز میتونه بفهم من کیم. میدونی چی میگم؟ یعنی با اون بالا پایینی نداره اصلا، یه چیز نداره. دو یه ساعت حرف زدن من میتونه بفهم اصلا سمیره کیه کی نیست چیه، میدونی. اما بعضی موقع ها ببین من در مسئله هومن شهرزاد، آدم های خیلی خوبی هم، منم خیلی دوستشون دارم. بعد مثلا همینجوری داشتم اون روز نگاه میکردم ایشون، حالا اصلا اونا حالا هیچی اصلا مسئله اونا نم، مثلا مجید مقدم، خب یعنی اگر این مسئله چه میدونم همین مسئله که الان اون پیام های نرگس و اینا بود در نمیمه، شاید مثلا اگر شاید چه میدونم 10 سال دیگه هم میگذشت، من هیچ وقت این فکر نمی کردم که مثلا یه روز مجید بتونه همچه ادبیاتی بنویسه. یعنی همیشه ادبیات، حتی اگه یاد باشه تو خونه که تو داشتی پیش مجید با هم روزی که بود که یه ذره حرفتون شده بود و اینا، یه ذره که مجید من بعد بهت زنگ زدم به خودش هم گفتم، به دوتاتون بودین، یعنی به خودش رو به خودش گفتم. سر من اینقدر یه دفعه جا خوردم، یعنی یه دفعه چیز شدم، یه جوری شدم. من یه دفعه مثلا پیش خودم به خود مجیدم، یعنی جلو تو بود گلایر کردم، گفتم یه دفعه من دیدم اینو مجیدی که من باهاش حرف میزدم انگار نیست. یه حالت مثلا حالت که حرف منه، که مثلا نمیدونم چجوری بهت بگم، مرد سالاریه مثلا من حرف منه، این چیزی که من میگم، یه همچین حسی من یه لحظه گرفتم که مجید من گفت تو اشتباه این حس رو گرفتی، چون اینجا نبودی که ببینی، فقط رو صدا داری میگی. اما میگم حتی یه چیز کوچیک اینجوری یه دفعه منو چیز کرد. میگم اگه شاید 10 سال دیگه هم میگذشت همچین چیزی من نمیدیدم، من قبول نمیکردم. میگه قبول نمیکردم. میگه وقتی اصلا وقتی خودش بهم گفت که معمول بودن، اصلا من خوندم. من براته بهش گفتم
اب نداره، حالا میشینیم صحبت میکنیم در موردش. من هر که من زبادم در موردی صحبت خود من وقتی که مثلا اینو فهمیدم اولین بار چطور رو دیدم خیلی چیز نشدم، مثلا بگم وای خاک بر سرم ببین چی گفته فلانا، ولی امید داشتم به اینی که بعدش بخواد یه برخوردای خیلی خوبی بکنه، یه برخوردای بخوره هم باشه. بیدا اینا هم چیز شدن. میگم میخوای لایو ببندیم؟ آره 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 لایو ببندیم. باشه مرسی.